سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی شخصی خانم گلاب آدینه و بیوگرافی از این بازیگر برجسته میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. گلاب آدینه بازیگر برجسته تلویزیون، تئاتر و سینما بود که از سال 1354 فعالیت خودش رو در این زمینه آغاز کرده. این بازیگر فارغ التحصیل رشته اقتصاد سیاسیه که در زمینه تئاتر و سینما آثار متعددی داشته و جوایز و افتخارات زیادی نیز کسب نموده. خانم گلاب آدینه جز به اون دسته از زنانیه که در سالهایی که زنان در خصوص فعالیت‌های اجتماعی به ویژه در زمینه تئاتر و هنر با مشکل روبرو بودند، به بازیگری برجسته تبدیل شده. گلاب آدینه با گروه تئاتر دانشجویی پیاده در سال 1354 فعالیت خودش رو در تئاتر آغاز کرد که سرپرستی این گروه تئاتر به عهده مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ بود. نام اصلی آدینه گلاب مستعان بوده که وی همسر مهدی هاشمی و مادر نورا هاشمیه. خانم گلاب آدینه در سالهای 1367 تا 1376 به آموزش بازیگری برای گروه‌های سنی مختلف در مؤسسات و مدارس آموزشی همچون مدرسه هنر و ادبیات کودک و نوجوان می‌پرداخت. همچنین لازمه بدونید این بازیگر چند نمایشنامه از بهرام بیضایی از جمله مرگ یزدگرد و سلطان مار رو بر صحنه برده. نخستین تجربه سینمایی گلاب آدینه با بازی و منشیگری در فیلم رسول پسر ابوالقاسم اثری از داریوش فرهنگ بوده. خانم گلاب آدینه جز به اون دسته از بازیگرانیه که دارای آثار متعددی از جمله آثار سینمایی، تلویزیونی و تئاتره. لازمه بدونید آدینه در سال 1382 دوره پرتلاشی در عرصه سینما و تلویزیون طی کرد و آثار مهمی را از خودش به جا گذاشته، به طوری که در این سال دو فیلم سینمایی مهم از جمله عروس افغان به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و فیلم مهمان مامان به کارگردانی داریوش مهرجویی از مهمترین فیلم‌های ایشون بودند. در مورد فیلم مهمان مامان می توان گفت خانم آدینه در سن 50 سالگی در سال 82 تونست در این فیلم با مهارت خودش نقش بسیار مهمی رو ایفا کنه و با همکاری در کنار بازیگرانی چون امین حیایی، حسن پورشیرازی، پارسا پیروزفر و ژاله اولوف به تجارب خودش بیفزاید. درباره زندگی دیگر فیلم سینمایی بود که توسط رضا فهیمی در سال 96 ساخته شد و جزء آثار گلاب آدینه به شمار میره. از دیگر آثار سینمایی خانم آدینه میتوان به دروازه روز، آبجی، داستان خانواده فرشی، آرامش در میان مردگان، وقتی همه خواب بودن، یک تکنان، نغمه، گل یخ، زندان زنان، دوشیزه، زیر پوست شهر، بهترین بابای دنیا، فصل پنجم، زرد قناری و غیره اشاره نمود. یکی از مهمترین ویژگی‌های کار خانم گلاب آدینه این بوده که ایشون در مدت بازیگری خودش علاوه بر آثار سینمایی، آثار تلویزیونی نیز به جا بگذاره. هرچند که حدود 91% آثار وی سینماییه، اما باید توجه داشت که بیش از 9% آثار گلاب آدینه آثار تلویزیونی بوده و میتوان گفت این بازیگر در مجموع 23 اثر در کارنامه خودش داشته که 21 اثر اون در سینما بوده و 2 اثر تلویزیونی چون سریال فرستاده و سریال افسانه سلطان و شبان بازی کرد. فیلم فرستاده که یکی از آثار تلویزیونی گلاب آدینه است به کارگردانی جواد شمعقدری بوده و بازیگران اون جعفر دهقان و محمد علی کشاورز هستند که در کنار گلاب آدینه به ایفای نقش پرداختند. اثر تلویزیونی معروف خانم گلاب آدینه افسانه سلطان و شبانه که در سال 1363 ساخته شد و جزء فیلم‌های کمدی تاریخی به شمار میره. این فیلم با کارگردانی داریوش فرهنگ و بازیگری محمد مطیع، مهدی هاشمی و خانم آدینه بر روی تلویزیون رفته. علارغم اونچه از آثار خانم گلاب آدینه بیان شد، لازمه بدونید این بازیگر در صحنه تئاتر نیز بسیار دیده شده، به طوری که از جمله مهمترین آثار وی میتوان به آدمهای ماشینی، دایره گچی قفقاز، مرگ یزدگرد، همشهری، خانومچه و مهتابی و سیندرلا و غیره اشاره کرد. این بازیگر همچنین در تئاتر نامه و تئاتر آشتی کنان به عنوان کارگردان ظاهر شده.
در خصوص افتخارات و جوایز خانم گلاب آدینه لازمه بدونید که ایشون تا کنون تونسته موفقیت‌های زیادی در جشنواره‌های مختلف کسب کنه، به طوری که در سال 1373 در 41 سالگی برای بازیگری در فیلم روسری آبی ایشون تونسته در 13مین جشنواره فیلم فجر جایزه سیمرغ بلورین نقش دوم زن در بخش سودای سیمرغ را از آن خودش کنه. همچنین در 44 سالگی و در سال 76 خانم گلاب آدینه برای فیلم بانوی اردیبهشت در 16مین دوره جشنواره فیلم فجر نیز نامزد جایزه سیمرغ بلورین نقش دوم زن شد. در سال 1393 خانم گلاب آدینه برای فیلم من دیگو مارادونا هستم در 33مین دوره جشنواره فیلم فجر تونست نامزد زن نقش اول سیمرغ بلورین بشه. ایشون در سال 1367 برای فیلم زرد قناری در 7مین دوره جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ نامزد دریافت سیمرغ بلورین برای نقش اول زن شد. در سال 1396 نیز گلاب آدینه برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در جشنواره بین‌المللی فیلم پکن برای فیلم آبجی شد. دیگر افتخار خانم گلاب آدینه بازیگری در نقش اول زن جشنواره بین‌المللی فیلم خروس برای فیلم دوباره زندگی در سال 1397. در خصوص زندگی شخصی خانم گلاب آدینه لازمه بدونید که ایشون در سال 1360 با مهدی هاشمی ازدواج کرده که حاصل اون یک فرزند دختر به نام نورا بوده که متولد سال 1362 و تنها فرزند گلاب آدینه و مهدی هاشمیه که تونسته توسط والدینش در قاب تلویزیون قرار بگیره، اما کمی بعد به واسطه یه همسرش آقای سیاوش اسعدی که کارگردانی سینما رو به عهده داره وارد دنیای سینما شده و فیلم‌های سینمایی از جمله جیبور خیابان جنوبی رو بازی کرده. همسر خانم آدینه یعنی مهدی هاشمی متولد سال 1325 در لنگرود بوده که فیلمنامه نویس، بازیگر تلویزیون و کارگردانه. تیر ماه سال 98 بود که نام مهدی هاشمی و گلاب آدینه بازیگران نامدار کشورمون به یک باره به صدر اخبار اومد. مهنوش صادقی نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون ایران با انتشار ویدئویی کوتاه اعلام کرد که با مهدی هاشمی ازدواج کرده. بعد از چند روز مهدی هاشمی نیز با انتشار فیلمی در فضای مجازی اعلام کرد که با مهنوش صادقی بازیگر و نویسنده ازدواج کرده و مدت زیادیه که با خانم گلاب آدینه همسر قانونی قبلی خودش هیچ گونه رابطه عاطفی و زناشویی نداره. این فیلم که سر و صدای زیادی به راه انداخت باعث شد تا برخی مهدی هاشمی که همه ما اون رو در فیلم دکتر غریب بیش از پیش به یاد داریم رو فردی بی اخلاق و دوزنه بنامیم. مسئله‌ای که خود او تاکید داره این چنین نیست و او تنها یک همسر داره و اون هم مهنوش صادقیه. مهدی هاشمی در بخشی از یادداشت خودش درباره حواشی پیش اومده درباره ازدواجش میگه: ما یعنی من و خانم آدینه سالهاست که با توافق جدا از هم زندگی میکنیم، زیرا به دلیل عدم تفاهم فکری که با هم داشتیم نمیشد زیر یک سقف موند و همچنین هیچ رابطه عاطفی هم بین ما نبود که بشه اسمش رو ارتباط زناشویی گذاشت. اما به دلایل شخصی و همچنین محدودیت‌هایی که شغلمون برامون ایجاد می‌کنه ترجیح دادیم به این جدایی رسمیت نبخشیم. در خصوص تجربه کاری خانم آدینه هم باید گفت ایشون در سال‌های بازیگری با هنرمندان زیادی کار کرده، اما در این میان فاطمه معتمدآریا، بابک حمیدیان، اکبر دودکار، باران کوثری و مهدی هاشمی از جمله با تجربه ترین بازیگرانی هستند که بیشترین همکاری رو با خانم آدینه داشتن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.